با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم باشید آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. تقریبا تمدید ایران 10 سال پیش کردن این کتاب جامع اون هست که در آلمان چاپ شده با اسناد و مدارکی که ما موقع در دست نداشتیم در ایران بود، الان توی این کتاب اومده. جناب آقای میبودی، به اطلاع شما بینندگان عزیز میشم این خبر خوش رو میدم که کعبه در اساس این پژوهش‌ها توسط ایرانیان 4000 سال پیش وقتی میخواستن از دریای قرمز عبور بکنن و به اون طرف برن و مصر رو بگیرن و اینها که در تاریخ هست همه رو میدونیم، اونها وقتی که در مکه چون تنها جایگاهی بود که میتونستن ارتاح کنن، یک کمی هواش خوب بود، اونجا این آتشگاه رو ساختن. پس از اینکه آتشگاه رو ترک کردن، سالها اونجا بودن و رفتن، اعراب بادیه نشین گمانشان بر این بود که در اینجا پارسیان گنجینه ای پنهان کردن، زیرا که همواره دور اون جمع میشدن و بزرگ میداشتن اون محل رو، چون از دور میدیدن نمیدونستن که این آتشگاه بود، یک جای مقدس بود براشون و آتشون یعنی داشتن، که بعد بعدن اونها گمان میکنن گنجی در اونجا پنهان شده، کاوش میکنن، میشکافن، میکنن درون اون کعبه رو که اسمش در تاریخ اومده در المنال و نهر شهرستانی و در چندین کتاب تاریخی دیگه جمعای میهودی اومده، اسمش بوده خانه کیوان، یعنی بیت الزحل، یعنی یکی از تمام آتشکده ایران نامی داشته. اسم آتشکده ایران در مکه که همین کعبه کنونیست اسمش بوده بیت الزحل به عربی و خانه کیوان به پارسی. وقتی این اونجا رو میکاوند و چیزی پیدا نمی کنن، فکر میکنن که این تو گنجینه بوده، خود ایرانی ها با خودشون بردن، چون اصلا وقتشون نمیرسید که فقط به عنوان اینکه آتش رو به عنوان روشنایی و گرمی اونجا نگهداری میکردن، میرن از جاهای دیگه بت‌های رو میارن اونجا میذارن، فکر میکردن اونجا بت بود که بعد دیگه میشه بتخانه و تاریخ رو میدین. یعنی تنها اینو بر اساس گفته یکی از همین دوستان استاد دانشگاه روس که هفته پیشم در بن با من بود، میگفت ما فکر میکردیم که در عربستان سوری یک لاغل آثار باستانی هست، خب اینم الان ثابت شده که اینم آثار باستانی است که متعلق به فرهنگ افزارسار ایران هست و تا توسط ایرانی ها ساخته شده. من آقای میبودی با اجازه شما میخوام امشب یک هدیه بدم به تمامی بینندگان عزیزتون که این برنامه رو شنیدن و پی بردن که 7000 سال فرهنگ و تمدن دارن، و اون این هست که یک سالنامه های جی بی هست که 10 سال منتشر میشه، سالنامه 7023 یا ایرانی آریای میترایی. تمامی دوستانی که از طریق سایت آوای ایران .com یا aria7000.com با ما تماس میگیرن، ما به افتخار به میمنت امشب که فردا هم جشن شهریورگان هست میدونید، ما یک جلد از این سالنامه رو به رایگان برایشون به عنوان هدیه، یعنی هر تعداد که باشن، هر تعداد، چون ما یعنی تقویم دوباره 40 تقویم جی بیه چه شد، بله تقویم جی بی، بله سالنامه جی بی است که روزها میدونید روزهای تاریخی جناب آقای میبودی در میدونید که شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، این شنبه همون شبات و سبت، به عربی میگن سبت، هم مهمانگاران کلمه میگن شبات، این رو اینم بعد از اسلام عوض شده و ما شنبه یک شنبه گرفتیم. در اصل ایام هفته ما بوده کیوانشید، مهرشید، محشید، بهرامشید، تیرشید، اورمزشید، ناهیدشید، که الان شما اگر به انگلیسی ترجمه میکنید میبینید حتی در انگلیسی و در زبان فرانسه وقتی که از رودها یاد میکنن همین رو با نام نامهایی که ما میخواندیم سابق میخونن، یعنی اینها از ما گرفتن. و در این سالنامه تمامی روزهای تاریخی هست و جز به شادی نکوشیم هست، یعنی هر چه روز درش ثبت شده روز شادی است. سالنامه های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.